ایده این فیلم سال 2015 به ذهنم اومد، زمانی که به خاطر بلند کردن جنس از یه مغازه توی آلمان دستگیر شدم و به 120 ساعت کار اجباری توی اردوگاه پناهجوها محکوم شدم. اونجا با آدمای زیادی آشنا شدم که از ایران به آلمان مهاجرت کرده بودن. RVIS 120 Sozialstunden, richtig? Das Ganze hier ist eine ehemalige Schule, wurde uns für das Wohnprojekt zur Verfügung gestellt. Also, meine Frau, was war in Julia, die Gruppe, ha? Arabi? Na, Iranier. Mein Jaziadim. فیلم داستان پرویز رو روایت میکنه که جوان 21 ساله آلمانی از یه خانواده مهاجر ایرانیه. اون به صورت علنی همجنسگراست و هیچ مشکلی هم با این مسئله نداره و همیشه در حال خوشگذرونیه. ولی نمیدونه که توی زندگیش میخواد چی کار کنه. بنابراین اون به نوعی از نسلیه که فکر و خیالهای زیادی ندارن ولی امکانات زیادی براشون فراهمه. پرویز مجبوره که توی اردوگاه خدمات اجتماعی ارائه کنه و اونجا با آمون و بنفشه آشنا میشه، برادر و خواهری که به تازگی از ایران اومدن. اونا خیلی با هم جور میشن و یه تابستون پرماجرا رو میگذرونن. پرویز باستابی از تجربه مهاجرت پدر و مادرش وقتی به آلمان اومده بودن رو توی این خواهر و برادر میبینه. اما در عین حال این فیلم درباره نژادپرستی در اروپا هم هست و اینکه چطور مهاجرا و هویتشون به شیوه های مختلف به دیگری تبدیل میشن. ایرانو دوست داشتی؟ آره دوست داشتم، ولی تعجب کردم که همه با هم انگلیسی حرف زدن. از اون وقت که برگشتم آلمان من دیگه به هیچ کس نگفتم که ایرانی هستم. چرا نه؟ چه میدونم؟ فکر میکنم که خیلی چیزا هستم. چه خوب که لازم نیست تصمیم بگیری. We wanted to express that in a film that shows توی فیلم می‌خواستیم وجوه مختلف شخصیت اصلی رو نشون بدیم. بنابراین اون رو توی موقعیت‌های متضاد قرار دادیم. خونه، اردوگاه پناهجوها، کلوپ رقص، معاشقه و شرایط مختلفی که توی اون پرویز رفتارهای متفاوتی رو در قالب یک شخصیت نشون میده. بنابراین برامون مهم بود که نشون بدیم هویت دائما در حال تغییره و یه چیز پایدار و ثابت نیست. Very important to show that identity is fluid and not something static. Still got it. Got what? The zush. The story of Parviz. داستان پرویز خیلی شبیه سرگذشت خود منه. پدر و مادرم هم نقش مهمی توی این فیلم بازی میکنن که نقش والدین پرویزه. ما از ویدیوها، داستانها، تجربه‌ها و مدارک واقعی زندگیمون استفاده کردیم و اونا رو وارد فیلم نامه کردیم. از بچگی همیشه به این فکر میکردم که توی فیلم‌های آلمانی و به طور کلی اروپایی همیشه زمانی سراغ مهاجرا میرن که یک مشکلی وجود داره. فکر کردم که این خیلی مهمه که جلوی این کلیشه بایستم و داستانی بنویسم که توی اون پر از زخم روحی و سرکوب و آشوب نباشه. احساس کردم که این چیزی نیست که ما الان بهش نیاز داشته باشیم. فکر میکنم ما امروز بیشتر به روایت‌های درباره بردباری، حمایت کردن و آینده امیدوار کننده نیاز داریم.